گرم و فراوان خدمت شما علاقمندان تلویزیون کانال جدید. من فرشته نظام آبادی هستم به همراه همکار عزیزم حسین خلاقی با یکی دیگه از برنامه های همبستگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم طبق روال همیشه گفتگوی داریم با عبدالله اسدی که اینک در حضور ایشون هستیم و با هم به گفتگو می نشینیم. سلام میکنم آقای اسدی، خدمت شما، به برنامه خودتون خوش اومدین. من هم به شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. آقای اسدی، سوالاتی از دست به ما رسیده از دوستان عزیزمون و علاقمندانی که لطف میکنن همیشه برای ما سوالات خودشون رو ارسال میکنن. اولین سوالی که به دستمون رسیده، سایتی برای پناهجویانی که داوطلبانه آلمان را ترک میکنن. گفته میشه هر ماه تعداد قابل ملاحظه ای از پناهجویان داوطلبانه به زادگاه خود برمیگردن. انتخابی نه چندان ساده. پس از تحمل رنج فراوان و گذر از خطرات بسیار، چه چیزی باعث بازگشت آنان میشود و این بازگشت تا چه حد داوطلبانه است؟ خب همه دنیا شاهد این هستن که مثلا سال 2012 موج عظیمی پناهندگی از خاورمیانه و به ویژه از سوریه و عراق و افغانستان به طرف اروپا را میافته و چنان گسترده است این موج پناهندگی، بعد از مدتی همه دولت‌های اروپایی به وحشت میافتن و ازدحام جمعیت در اتریش و آلمان و دانمارک و سوئد توی اون یکی دو سال، سال 2015 و 2016 یک شرایط ویژه‌ای رو به وجود آورده بود و این شرایط ویژه به این معنا بود، خب در یک سال اول ازدحام جمعیت خیلی بالا بود، استراحت اصلا نبود، مثلا رفاه امکانات به راحتی به دست پناهجوها نمی رسید، کمپ برای خوابیدن و نشستن و اینا خیلی مثلا مشکل بود و ناچار شدن این کشورهای اروپایی تصمیم دیگه ای بگیرن، به ویژه آلمان و سوئد که مثلا بیشتر پناهجویان به اون دو کشور می اومدن. خب باعث شد که یه شرط دیگه به وجود بیاد، اون شرط ویژه. ما هر روز میبینیم که تغییراتی در سیاست پناهنده پذیری کشورهای آلمان، سوئد و خیلی جای دیگه اروپا به وجود میاد. به یه معنا شرط اینقدر سخت میشه، پناهجویی که تمام زندگیشو مثلا گذاشته و مسافرتشو با جون خریده، مجبور میشه مثلا داوطلبانه برگرده به کشورش، به جای مثل افغانستان، به جای مثل عراق یا به کشور آفریقایی. خب این بازگشت داوطلبانه اسمشو گذاشتن، ولی واقعا هیچ وقت من نمیتونم اینا رو اسمشو بذارم بازگشت داوطلبانه. پناهجویی که هیچ نوع آینده برای خودش نمیبینه، پناهجویی که مثلا هر روز بهش میگن دلایل تو برای پناهندگی کافی نیست، هر روز میگن کشوری که شما از اومدید امنیت نسبی درش برقراره، هر روز میگن که معلوم نیست اصلا روند این پرونده ها کی بررسی میشه و این ازدحام جمعیت و این بی امکاناتی و این از یک جنبه. از یک جنبه دیگه مثلا خب گسترش راسیسم و مخالفت با پناهندگی و ائتلاف احزاب به یه معنا برای مثلا کاهش ورود پناهندگان به اروپا این شرایط رو به وجود آورده که پناهجویان مثلا ترجیح میدن از یک کشور آلمان به کشوری مثل عراق برگردن، مثل افغانستان برگردن، یا بعضا به کشورهای بدتر از اونجا حتی برگردن. بنابراین این دلایلش باید توی این مسائل جستجو کرد. اگر نه، این واقعا بازگشت داوطلبانه نمیشه اسمشو گذاشت.
و اگر داوطلبانه بود چرا می اومدن؟ چرا این همه مثلا راه به جون میخرن میرسن و بعد برمیگردن؟ آیا اساتید سوال دیگه ای مطرح کردن و این در مورد روند بررسی پرونده های پناهندگی روندی طولانی و پرپیچ و خمی هستش. گاهی دریافت پاسخ منفی باعث میشه که این دسته از پناهجویان از ترس خروج اجباری از آلمان گزینه بازگشت داوطلبانه را در پیش بگیرند. در این مورد شما چه نظری دارید؟ این هم خب راست میگه. بالاخره من اگر بیام توی یک کشوری مثل آلمان فکر کردم که مثلا یک ماه، شش ماه، یک سال اقامت میگیرم، الان میبینم که مثلا روند بررسی پرونده ها چنان طولانی هست هیچ دورنمایی و هیچ روزنه‌ای برای این وجود نداره و در این حال خب یه نوع شرایطی هم هست، یه نوع سیاستی هم هست که من توضیح دادم. اینا همش باعث میشه که وقتی این شرایط اینقدر سخت میشه، اینقدر پیچیده میشه، اینقدر حالت تکراری و کسل کننده و خسته کننده توی کمپا هست، اینقدر انتظار هست، این هست شرایط زندگی خودش مثلا سخت هست به اندازه کافی، دعوا در کمپا مثلا کم نیست، دعوا در میان خود پناهجویان، دعوا در به حال شلوغی که در کمپ ها هست، غیر قابل تحمل بودن زندگی، آرامش، استراحت، امنیت بچه ها، امنیت زنا، زنای پناهجو، اینا مجموعا شرایط رو سخت‌تر میکنه که وقتی تو این شرایط قرار بگیره بالاخره همین بازگشت رو ترجیح میده که اینجوری بمونه. چون ما شاهد بودیم توی اون دوره چقدر حمله راسیستی به مکانهای بود توی آلمان و سوئد که از قبل تعیین کرده بودن پناهجویان رو ببرن اونجا فقط 10 روز استراحت بکنن، یه شب روز اونجا باشن. سالانه اینجوری رو قبلش میرفتن به آتش میکشیدن و به کمپا حمله میکردن و کمپا رو به آتش میکشیدن راسیستا. بعد کار به اینجا رسید، احزاب راسیستی میگه ورود غیرقانونی پناهجویان رو باید به گلوله بست. یعنی بعد از 70 سال یه احزاب راسیستی اینو به خودشون اجازه میدن، میگه ورود پناهجویان به آلمان و غیر قانونی رو به گلوله ببندی، دیگه میری تا کجا؟ دیگه مثلا انحطاط یا مثلا برخورد ضد مهاجرتی، ضد پناهندگی تا اینجا کش پیدا میکنه که دهن باز بکنن و اینجوری حرف بزنن. که سالهای سال بود، حداقل پس از سالهای پس از جنگ جهانی دوم این بحثا نبود، خبرها نبود و اگر بود خیلی کمرنگ بود، ولی الان خیلی داره پررنگ میشه این قضیه. سال بعدیمون گفته شده که موافقت با تقاضای پناهندگی افغانها در آلمان شدیداً کاهش یافته. آیا از نظر دولت آلمان این زمینه برای بازگشت آنها به افغانستان مهیا شده؟ منظورم شرایطی امنیتی در آن کشور است، شما چه قضاوتی میکنید؟ خب ما میدونیم که افغانستان سالها هست، نزدیک به 40 سال حداقل توی دوره انقلاب ایران تا به حال ما میبینیم توی افغانستان جنگ داخلی هست، توی افغانستان شرایط ناامنی هست. همین روزا اخبار رو نگاه کردی که مثلا جنگی که طالبان مثلا علیه نیروهای مسلح افغانستانی را اندسه حدود 200 نفر کشته دادن. نیروهای نظامی ناتو اونجا، حتی مثلا ارتش ناتو، ارتش افغانستان و خیلی عظیم ائتلافی که اونجا هست نتونستن امنیت اون کشور برقرار بکنن و نتونستن آرامشی به اون کشور برگردونن. جنگ های داخلی، جنگ های مذهبی، جنگ های ملی، دشمنی کور، همه جور مسائلی وجود داره، بیکاری، فقر، از اینا سرکول جامعه بالا داره میره. همه خودشون هم میگن، میگه هیچ جایی افغانستان تو پیدا نمی کنی واقعا امنیت و آرامش وجود داشته باشه. بنابراین خب من تجربه ما اینه که یا اطلاعاتی که ما
داریم، افغانستان هیچ گوشش امن نیست. بالاخره مدرسه تو اون کشور به آتش کشیده میشه، زنا رو میکشن، حمله میکنن به مدارس و اینا. به هر حال بمبگذاری، نمیدونم تیراندازی، جنگای داخلی، جنگای قومی، اینا مثلا خیلی زیاده تو افغانستان. خب به این معنی پوشیده هم نیست از کشورهایی که مثلا پناهجویان با اونجا برمیگردونه، اونا خودشون هم میدونن، ولی کلا میخوان یه جوری سیاست رو سخت بکنن که اگر تا حالا هم در این کشورها به یه معنایی باز بوده بر روی پناهجویان، امروز میگن این دره رو کاملا برن ببندن دیگه، کسی یه فشاری هست برای که دیگه کسی دیگه اینه یا برای اینکه مثلا الان آماری که داره میگه توی همین سه ماه سال جاری، یعنی سه ماه اول سال 2017، تعداد خیلی زیادی رو به افغانستان، یعنی چهار تا کاروان پناهندگی رو به افغانستان دیپورت کردن توی آلمان. توی سوئد این دومین مورده، توی کشورهای دیگه همینجوری این روند شروع شده. در سال گذشته، یعنی فقط در سال گذشته 55,000 نفر پناهجو همین بازگشت داوطلبانه رو در پیش گرفتن و برگشتن به کشورهای خودشون. امسال هم همینجوری توی سال، توی همین سه ماه سال جاری 8,500 نفر فقط جواب رد گرفتن، یعنی به سرعت پرونده رو بررسی کردن و جواب رد گرفتن و اینا میرن توی لیست بازگشتی ها. و یک مسئله دیگه، موضوع دیگه ای هست، پناهجویی که وقتی میترسه که به اینجا میرسه که مثلا با توسل به زور اخراجش میکنن، خب وقتی اون شرایط رو برای خودش میبینه، اون موقع میاد تسلیم میشه، میگه پس اگر اینجوریه من خودم داوطلبانه برگردم خیلی بهتره تا اینکه پلیس با توسل به زور منو برگردونه به عراق و افغانستان و به کشورهای آفریقایی. یک نکته مهم هم هست توی آلمان، اگر مثلا دامنه این اخراج ها خیلی نمیتونه گسترده بشه، استان های مختلفی که توی آلمان هست با سیاست عمومی مثلا دولت در زمینه پناهندگان مخالفت میکنن، توافق ندارن و خیلی از استان ها این کارو نمیکنن، اصلا حاضر نیست یه پناهجو رو مثلا برگردونن. در نتیجه اینا هم هست، اینا هم به حال یه شرایطی توی آلمان هست. حتی شرایط ازدهام پناهندگی یه طوری شده بود، دولت خودش مثلا مراکز مشاوره برای پناهجویان گذاشته بود توی سال 2015 و 16، به اینکه بدونن که بچه مسائلی روبرو هستن، بچه مقرراتی روبرو هستن، بچه قوانینی روبرو هستن و چگونه بتونن از قوانین تبعیت بکنن یا معیارهای پناهندگی رو چجوری بدونن و ببینن برای چی اومدن، تسهیلاتی که بهشون تعلق میگیره، کمپی که باید توش زندگی بکنن، هزینه‌ای که باید بهشون تعلق میگیره، به شرایط بررسی پرونده ها، همه اون چیزا مسائلی هستند که بالاخره مورد توجه هستش. موضوع پناهنده پذیری باعث شکاف وسیع و عمیق در میان کشورهای اروپایی شده است. به طور مشخص چندین کشور اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا به ویژه مجارستان و لهستان هر گونه مسئولیت مشترک در اتحادیه اروپا در زمینه پناهنده پذیری را رد می کنند. اما اکنون پیشنهاد سازشی در این مورد که هنوز پیشنهادی رسمی نیست مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشورهایی مانند لهستان و مجارستان بتوانند تا حدودی از پذیرش پناهجو معاف شوند. مشروط بر اینکه برای هر پناهجویی که اصولاً باید در هماهنگی با دیگر کشورهای اروپایی میپذیرفتند، مبلغ معادل 600 هزار کرون به اتحادیه اروپا بپردازند. آیا اسد شما در این مورد چه توضیحی داریم بدین؟ درسته، این دعوایی که بین کشورهای اروپایی خود از همون سال 2015 شروع شده و شروع موج پناهندگی، این دعوایی بود که بین اتحادیه اروپا بود سر سهمیه بندی. خیلی از کشورهایی که مثلا تو جنوب اروپا هستن سهمیه رو به عهده نمیگیرن
و هیچ نوع همکاری توی اتحادیه اروپا یا مثلا محدوده شنگن حاضر نیستن انجام بدن. به ویژه مثلا یونان خب خیلی وقت معافش کردن مثلا از این مسئله، با اینکه مثلا خیلی پناهجو هم اونجا هست. مجارستان اصلا حاضر به هیچ نوع همکاری نیست، لهستان حاضر به هیچ نوع همکاری نیست. الان بحثی که دیروز داشتن این نتیجه رو گرفتن، پیشنهادی که مطرح شده اینه که خب باشه ما لهستان و مجارستان رو از این پذیرش پناهندگی معاف میکنیم، ولی در ازای هر پناهنده‌ای که توی اتحادیه اروپا پذیرفته میشه 600 هزار کرون به اتحادیه اروپا پول پرداخت کنن. این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیده، ولی پیشنهادی هست که سوئد دیروز ازش استقبال کرده. وزیر دادگستری امروز بیان کرده توی یه مصاحبه مطبوعاتی که ما حاضریم با این توافق از نظری که قبلا داشتیم عقب بنشینیم، ما اینو قبول داریم به این شرط. بعدش هم تصمیم دیگه‌ای که گرفتن این که سهمیه بندی بکنن توی تمام اتحادیه اروپا. سهمیه بندی یعنی سهمیه هر کشوری رو بنا به امکاناتش، موقعیتش و میزان جمعیتش میزان پناهجویی رو به اونجا تقسیم بکنن. الان هم این سیاست تازه است، فکر کنم جلسه دیروز بوده توی اتحادیه اروپا و تصمیم جدیدی دارن میگیرن. به یه معنا تصمیمی که گرفتن گفتن که در طول سال توی خود اتحادیه اروپا باید 200,000 پناهجو نباید بیشتر وارد بشه، و اگر 200,000 بیشتر بود باید یه سیاست دیگه اتخاذ بکنن، یه جور دیگه تصمیم بگیرن. این مسئله جدیه که به هر حال داره به وجود میاد. با توجه به اینکه ما فرصت زیادی نداریم آقای اسدی، یه سوال دیگه من دارم که فرستادن. سلام جناب آقای اسدی، من آدرس سایت شما رو تو اینترنت دیدم، گفته بودن بابت پناهندگی میشه از شما کمک بگیریم، میشه بفرمایید بابت پناهندگی دینی ترکیه و یو این چجوری میتونم کیس مطمئن پیدا کنم؟ ممنون میشم از شما که جواب سوال من رو بدید. خب شاید ما خیلی ویدیو داریم توی این مورد صحبت کردیم، پناهجویانی که میان ترکیه و بیشتر پناهجویانی که از یو این تقاضای پناهندگی میکنن، راهش اینه برن اونجا. اینکه من نباید اینجوری حرف بزنم گویه من برای برم کسی رو پیدا بکنم. خب اگر پناهجوی دینیه، خب اگر به خاطر دین مشکل داره یا از اسلام برگشته یا به آیین دیگه ای مثلا گرویده، خب باید بره اونجا همینا رو بگه. بگه من به خاطر دینم، به خاطر شرایط مذهبیم تحت پیگیر قرار گرفتم. چیزی که تو ایران همه دارن میبینن، تعداد زیادی از بهایی ها توی زندان هستن، تعداد زیادی از مسیحی ها هستن، تعداد زیادی از انواع اقلیت مذهبی اونجا زندانی شدن و به ویژه هیچ آزادی اونا ندارن. اونم میتونه همین شرایط رو داشته باشه. و مسئله مذهب هم بالاخره مسئله مهمیه. بالاخره اگر کسی و به خاطر تعلق مذهبیش مورد تبعیض و نابرابری قرار میگیره و مورد سرکوب قرار میگیره و هیچ نوع استفاده ای نمیتونه مثلا از عقایدی که داره بکنه، خب بهش پناهندگی میدن، ولی به شرطی که ثابت کنه به خاطر این شرایط تحت فشار بوده و زندگی غیر قابل تحملی داشته یا مثلا شرایط امنیتی خطرناکی برش به وجود اومده، باید اینا رو بتونه ثابت کنه. اگه نه به خودی خود من بیام مثلا بگردم ببینم چه چیزی رو با عنوان مبنای پناهندگی هم باید معرفی بکنم، خب این میتونه مثلا دلیل ضعیفی باشه. کسی که میاد باید بگه من چیکار کردم و خاطر چی فرار کردم، باید خیلی محکم حرف بزنه، باید دلیل قانع کننده ای داشته باشه و مهمتر از این باید مدارک هویتش کامل باشه و بتونن کاملا هویتش رو بشناسن. و اینا خیلی مهمه و حرف اول رو میزنه الان توی اتحادیه اروپا و حتی ترکیه هم. در واقع به نوعی حتما باید گفته بشه، یعنی مشخص بشه و ثابت بشه که واقعا جونشون در خطر بوده و نمیتونستن اونجا زندگی بکنن. این مسئله خیلی مهمیه هستش که واقعا بتونن به اثبات برسونن. خیلی خیلی مسئله مهمیه. دقیقا شما نمیتونی مثلا بعد دلایل خیلی ضعیفی
به هیچ دلایل ضعیفی باشه، چه مثلا مشکل اجتماعی داشته باشی، مشکل سیاسی داشته باشی، مشکل جنسیتی داشته باشی، مشکل ملی و مثلا مذهبی هم داشته باشی، همه این دلایل باید دلایل قانع کننده باشه، باید قوی باشه، باید طرف بتونه استدلال کنه. بالاخره از زمان بچگیش تا روزی که میاد پناهنده میشه از همه زوایای زندگیش سوال میکنن و همه‌شو باید دقیق در مورد خانواده‌اش، در مورد شرایط زندگیش، پیشینش، مسائلش، مشکلاتش، شغلش، کارش و خیلی مسائل دیگه ازش سوال میکنن و باید آمادگی کامل تو این زمینه داشته باشه. خیلی متشکرم آقای اسدی از اینکه تشریف آوردین و جوابگوی سوالات تمام عزیزانی که با این برنامه در تماس هستن. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنون. من هم برای بینندگان عزیز روزها و ساعت خوبی آرزو میکنم. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز که تا اینجا با ما همراه بودین. منتظر سوالات و پیشنهادات شما هستیم. روز و روزگار